فرشته وحش کجایی؟ پروردگارا از این پس گله و شکایت و شکوه‌ام را تنها برای تو و به سوی تو خواهم آورد. برای من یوسف با تو یوسف است، بی تو یوسف هیچ نیست. معبودم، من تنها تو را می‌پرستم و از تو یاری می‌طلبم. یوسف آینه جمال تو بود، من در آینه می‌نگریستم تا تو را ببینم، آینه که خود دیدن ندارد. اگر یوسف را دوست می‌دارم از آن روز که عشق را تجربه کنم، وگرنه معشوق من تو هستی. با حب یوسف مفهوم عشق را ادراک نموده، از یوسف عبور کرده و به تو که معشوق حقیقی هستی می‌رسد. پروردگارا، یوسف پلیست برای رسیدن به تو. چرا هیچ صدایی نمی آید؟ پدر سکوت کرده، دیگر صدای ناله های او را نمی شنویم. نمی دانم، نکند اتفاقی برای او افتاده باشد. دینه لیا. بله پدر، کاری داشتی؟ برادرانت را به اینجا بخوان، با آنها کار دارم. همگی اینجا هستن پدر. با آنها چه کار داری؟ مرا جای بنشانید. با من میایید؟ بنشینید. برادرانت همه هستند؟ بله پدر، همه هستند. خوب دقت کنید و به سوالاتم پاسخ بدهید. بگویید ببینم، شما که به مصر رفتید چه اتفاقی افتاد؟ مگر قرار نشد با احتیاط بروید و بی سر و صدا بازگردید؟ پس چه شد که گرفتار شدید؟ عزیز مصر مأمور گمارده بود، به دنبال ما میگشتند، در نهایت ما را شناختند. این همه اصرار عزیز مصر برای دیدار با شما، آخر چرا؟ وقتی به محضر عزیز مصر بار یافتیم با ما به احسان و ملاطفت رفتار نمود، مخصوصا به بنیامین لطف بیشتری اظهار داشت. پدر، به هنگام تمام هم هر کسی با برادر مادری خود نشست، یعنی عزیز مصر این گونه خواسته بود. بنیامین تنها ماند
عزیز مصر او را در مقابل خود نشاند. با هم غذا می‌خوردند. آنها با هم سخنان پوشیده بسیار می‌گفتند. بسیار. گریه و خنده را در هم آمیخته بودند. عزیز مصر با بنیامین می‌خندید و گریه می‌کرد. نه، فقط بنیامین گریه می‌کرد. از او سوال کردیم. گفت در فراق شما می‌گرید. گریه برای فراق چند روزه، آن هم در محضر عزیز مصر، به عقل نمی گنجد. همه چیز به خوبی پیش می رفت تا اینکه بنیامین گرفتار شد. برای من قلم، جوهر و قدری چرم بیاورید. احساس می کنم در رفتار عزیز مصر رازی نهفته است. او یا از یوسف خبر دارد یا می تواند در یافتن برادرتان شما را یاری کند. بروید از عزیز مصر یا هر کس دیگری که می توانید در مورد برادرتان تفحص کنید. در مصر عزیزانم خبرهایی هست. ولی پدر، ما را روی رفتن به مصر نیست. به عزیز مصر چه بگوییم؟ بگوییم از جرم برادرمان درگذر؟ بگوییم باز هم به ما گندم بده؟ بگیرید پدر بزرگ، اینجاست. من نامه ای به عزیز مصر تقریر میکنم. شما هم نامه را ببرید و هم در مورد برادرتان بیشتر تفحص کنید. من از سخنان شما چیزهایی فهمیدم که درکش برای شما مشکل است. شمعون، پسرم شمعون، بنویس از بنده خدا یعقوب و عزیز مصر یوزارسیف. خداوند سبحان همیشه بر ما دودمان رسالت و نبوت بلاها گماشت و ما را به مصائب گوناگون امتحان فرمود. جدم ابراهیم را با آتش نمرود امتحان کرد و عمویم اسماعیل ذبیح الله را به قربانگاه کشاند تا او را قربانی کند. این پشم ها که ارزشی ندارد، یعنی با اینها به ما گندمی می دهند؟ بهتر از هیچ است. با دست خالی که به ما گندم نمی دهند. یا باید درهم و دینار داشته باشیم یا با متاعی معاوضه کنیم. دیناری هم که نداریم. پس مجبوریم متاعی تهیه کنیم. البته مقداری پوست و پشم داریم که نفروخته ایم. بگو نمیخرند تا بفروشی. مقدار زیادی هم من و عروسان نخریسیده ایم. به کارتان میآید. با اینها که گندم نمیدهند. میدانیم متاع ما ارزشی ندارد. اما چاره چیست؟ خدا را چه دیده ایم؟ شاید عزیز مصر گندم و بنیامین را یک جا با ما بده. چه خوش خیالید شما. از لطف خدا ناامید نباش یهودا. درود خداوند بر عزیز مصر یوزارسیف بزرگ. درود خداوند بر یوسف نبی. درود بر این عروس خوب و مهربان. کجای این عروس؟ در سایه عنایات عزیز مصر روزگار می گذرانم.
آمدم تا خبر تشریف فرمایی جناب فرمان روا را به اطلاع شما برسانم. فرمان روا؟ آری. اینجا؟ عجب. درود بر فرمان روای مقتدر مصر. درود بر نبی خدا. خوش آمدید. خوش آمدید بانو. چه شده که یوزار سیف حکیم کمتر از ما یاد میکند؟ حتما سرگرمی جدید جناب یوزار سیف را مشغول کرده است. اگر میدانستم همسر و فرزندان یوزار سیف را انقدر به خود مشغول میکند که از ما غافل شود، اصلا اجازه ازدواج نمیدادم. ولی ایشان به تازگی گرفتاری دیگری یافتن جناب فرمان روا. پس حدس من درست است. نه خیر بانو، حدس شما منظور من نیست. گرفتاری جدید عزیز مصر برادرانشان هستند. برادرانتون؟ آره، برادرانم را به لطف و عنایت خداوند پس از 30 سال یافتم. این که بسیار خوب است، باید به یوزار سیف تبریک گفت. از پدر بزرگوارتان یعقوب نبی چه خبر؟ هنوز توفیق دیداریشان حاصل نشده، اما برادرانم را دوبار ملاقات کردم. آنها اینک به کنعان رفتند. چرا آنان را همراه پدر به مصر نمی آورید؟ در اینجا می توانیم برای آنان رفاه بیشتری فراهم کنیم. چون این قصدی دارم، اما ابتدا باید جناب آخناتون اجازه دهم. این مایه فخر ماست که یعقوب نبی مصر را به قدوم خود متبرک کنند. صاحب اصلی مصر تو هستی، از ما اجازه می خواهی؟ هرچه زودتر آنها را به مصر بیاور. گفتم شاید به گرفتاری عشق آسنات، عشق زلیخا هم افسوده شده که ما را از یاد برده ای. فعلا به راز و نیاز با معشوق دیگری مشغول است، تصمیم ندارد به غیر بپردازد. اشتباه می کند، یوزار سیف که از خدا جدا نیست. زلیخا را به اینجا بخوان تا بدانم موضوع چیست. حال خاندان خود را در کجا سکنا می دهی؟ در منطقه‌ای به نام کوشن، در نزدیکی منفیس. منطقه‌ای در نزدیکی دلتای نیل با زمین‌های حاصلخیز. این بهترین کار است. با شما موافق هستم. مشروط بر این که جناب یوزار سیف با اشتغال به پدر و برادرانش از ما غافل نشوند. ما طاقت دوری یوزار سیف را نداریم. به ما ستم نکنید. این نهایت لطف جناب فرمان رواست. شبیه قدیسین شده ای زلیخا. تو گویا همه اون باید مشغول عبادت باشی. پیشتر از این آمون را می پرستیدی و الهه درگاه او بودی و اینک خدا پرست شده ای و او را تقدیس و عبادت می کنی. ما امروز می خواهیم زلیخا را از عرش به زیر کشیده و با فرشیان قرین کنیم. نیازی نیست جناب فرمان روا، هنوز از حصار تن و زندان دنیا فراتر نرفتم. اراده کنید خاک نشین درگاهم. اگر این چنین است، چرا با افلاکیان نرد عشق میبازی و از خاکیان غافلی؟ خاکی مورد نظر شما خود مسجود ملائک است. قفلت زلیخا از عظمت او نمیکاهد. ما نمیخواهیم این غفلت ادامه پیدا کند. چرا همسری یوزار سیف را نمیپذیریم؟ بسیار خوب، ما شما را رسماً برای صدر اعظم مصر جناب یوزار سیف خواستگاری میکنیم. اگر جناب فرمانروا و بانو اجازه دهند، بانو زلیخا چند روزی را فرصت فکر کردن داشته باشند. فرصت فکر کردن دارند، اما اجازه رد کردن ندارند.
من پاسخ مثبت میخوام. شما هر دو برای ما عزیز هستید. نمیخواهیم این وصلت بیش از این به تعویق بیفتد. زلیخا میتواند برود.